سلام علیکم. خیلی خوش اومدین. متأهلا یه دست به افتخار خودشون بزنن. به به. باز میخوام داورای متأهل ما چرا دست نمیزنن؟ آمد بزنیم ما. دیدین بعضی از این زن و شوهرها شب عروسی چقدر ظاهرشون تغییر میکنه؟ از این رو به اون رو میشن. خدا رو شکر ما که اینطوری نبودیم. یعنی من همینی بودم که هستم. اصلا 20 ساله هیچ تغییری نکردم. اصلا من و خانم صامدی از آژانس دوستی به این بر ماشاءالله همینیم. تکون نخوردیم. تازه از این بگذریم، بعضیا هستن اینجا که از بعد ماه عسل سال به سال جوانترم شدن. افتخارشون. نسبت ریشام سفید شده. چی جام؟ جوونه اینه، اینه آقا، اینه جوون میشه. بله بله قطعا گیره مردتون نشسته. افتخارشون. همسرم هم همینطور مثل من تکون نخورده بود. فقط قبل عروسی مو نداشت، شب عروسی داشت، بعدش باز نداشت. یعنی توی یه شب کاشت، داشت، برداشت. چه خبره توی این آرایشگاه مردونه؟ چی کار داری میکنین بزرگواران؟ قشنگ معلوم بود تا دقیقه 90 روش کار کرده بودن. یعنی اومد تالار هنوز کامل خوش نشده بود. دست میزدی رنگی بشد. بعد اومد تالار گفت که عزیزم خوب شدم؟ گفتم خوب که؟ خوب عوض شدی. الان من باید یه دور دوباره به همه معرفیت کنم. حمید، اون عکس عروسیمونو قربون دستت بردار بیار. نه با واقعیه؟ یکی دیگه است. بیشتر انگار تو عروسی. دامادم با این لباس سفید بالا سرت وایساده. تو زندگی هم همینه. بله بله. بابا شما میرین آرایشگاه مردونه بفهمن دومادی کار تمومه. اینا کوبیدن از نو ساختن. من اینو میدونستم. ببین گفتم فقط دورش رو خلوت کن، این بالا رو سبک کن. گفت سبک که من اینو سبکتر کنم تو پرواز میکنی. یعنی یه کاری با من کرد. تا مدت ها بعد هر کی این عکس عروسی ما رو میدید یه نگاه به عکس میکرد، یه نگاه به من میکرد، میگفت خانم افتخاری شما ازدواج مجدد کردی؟ قبلیه خیلی بهتر بودا، البته اینم خوبه. گفتم بابا این همینه. گفت بابا شما شوهر نکردی، شما خرید اینترنتی کردی. اون چیزی که سفارش میدی، اون چیزی که تحویلت میده. دقیقا. آره. حالا نه به این عکس ها، نه عکس های قدیمی ها. پدر مادر من از کل شب عروسیشون یه دونه عکس دارن. تو این عکس هم خیلی ها نیستن، اینا رفتن به ماشینا سر بزنن. بعد عروس و دوماد وایستادن، پشت سرشون 10-15 ردیف لافتوشکه با روکیش گلگلی. بعد مادر من اصلا تو کادر نیست. بابام یه جا دیگر رو نگاه میکنه. یه بچه بغل یکی گریه میکنه. ما اصلا نمیدونیم بچه کیه. تو همه عکسای عروسی هم هست. گفتم مادر من یه دونه عکس دارین، اونم بچه مردم توش خوب افتاده که. این یه عکس ما بین بره از عروسی شما فقط یه خاطره میمونه. البته قدیما کلن خیلی آسون میگرفتن. عموی خود من سرباز بوده، یه مرخصی 48 اومده. خانواده احساس کردن این داره هرز میره، سری نشوندنش پای سفره عقد. اصلا نمیدونست کیو گرفته، چرا گرفته. حالا اینا هیچ، اونا چرا دادن؟ به خودش هم نگفته بودن عروسیشه. از راه رسید دید چراغونیه، گفت چه خبره؟ گفتن سورپرایز، عروسیته. سورپرایز به عصر جدید یعنی شگفتانه. یعنی مثلا شما تولدتونه یه روز شگفت زده این، دو روز شگفت زده این. عموی من 30 ساله در شگفتیه. بنده خدا یه جو
خورده هنوزم بعد 30 سال به زنمون میگه خانم جعفری. یعنی این قدیمی ها واسه بچه هاشون زن میگرفتن خودشون هم غافلگیر میکردن. زندایی خود من یکی از آشناهای دور معرفی کرد، گفت میرید خیابون بهار، پلاک 20، طبقه 2. اینا رفته بودن طبقه 1، همکف و طبقه حساب کرده بودن، گرفتن دیگه. موقع تو رو در وایسی میگرفتن. البته توی ازدواج‌های قدیم یه نکاتی هست که اینا باید چراغ راه جوونا باشه. من یادم سالها بعد پسر دایی میخواست ازدواج کنه، دایم اینو کشون کنار، گفت ببین پسرم من یه نصیحت میکنم، اون موقع کسی نبود این حرفا رو من بزنه، این آویزه گوشت کن، همکف طبقه حساب نمیشه. آقا دیدین این شبای عروسی کادوها رو اعلام میکنن؟ تو فامیل ما این مسئولیت به عهده عمه منه. بعد استراتژی این بزرگوار اینه که کلن کادوهای طرف مقابل رو خوار و خفیف میکنه. مثلا میگه یه یخچال سایت بای سایت سی فود با 12 سال گارانتی. این گارانتی همه الکیه، سایت هم الکی جا میگیره. مادر عروس یه بشقاب لبپر شده یه کهنه قدیمی خاله عروس. بابا گفتیم این عتیقه است، ناصرالدین شاه توش غذا خورده، تازه دهنی هم هست. زندایی عروس چی؟ هیچ. زندایی عروس هیچ نیورد، آورده بود میگفتیم، لابد نیورده که نمیگیم. یعنی قشنگ با آبروی افراد بازی میکرد تو مراسم. عمه شما؟ عمه ایشون. حالا عمه ایشون میخواست کادوهای فامیلای خودشونو بگه. یک دستگاه پتوی پلنگی از طرف عمه داماد. یک دستگاه پتوی پلنگی از طرف خاله داماد. یک دستگاه پتوی پلنگی از طرف زندایی داماد. و هزاران پتوهای پلنگی و غیر پلنگی دیگر. بعد چرا به عروس اومد پتو یه نفره برای چی میدین؟ بعد آقای علی خانی جالب اینه هیچ کدوم از این پتوها رو خودشون نخریده بودن، همه رو طی 30 سال گذشته به همدیگه کادو داده آفره. بودن جمع کردن آوردن عروسی ما. دقیقا هم اینه، یه فامیلا اینا. البته توی عروسی‌ها یه رسم و رسوم‌های دست و پاگیری هم هست که بهتر حذف بشه. مثلا تو فامیل خود ما یه رسمی هست که فامیلای عروس و داماد میگن آقا جهیزیه با ما، ما میچینیم. گفتیم خیلی هم عالی. ما رفتیم بعد از مراسم رفتیم خریدنش رو یا چیدنش رو؟ نه فقط میچینم. میچینیم ما فقط میچینیم. همون خودمون خریدیم کادو میکنیم. آها آها. رفتیم خونه دیدیم همه وسایلو کادو کردن. همه وسایلو، یعنی به اون یخچال به اون عظمت که مامانم خریده بودم یه پاپیون زده بودن. بعد در یخچالو باز کردیم. دیدیم یکی اینطوری وایساده نگاه میکنه. ایشون بودن. ای وای. بعد یه ذره اومدم پایین تر با این خانواده مواجه شدم، احساس کردم دارم خلوتشون رو به هم میزنم. در یخچال رو بستم، گفتم مرنوش این یخچال آرایی ها تو بلد نیستی. بعد من رفتم تو کمد لباسم آویزون کنم، دیدم ای بابا کمد چرا اینطوری، گفتم حتما اینم کمد آرایی دیگه. آقا گلاب بره تو ما رفتیم دستشوی، در دستشوی وا کردیم، ای بابا اینجا هم که آراییدن. یعنی کف و روز قرمز کار کرده بودن، کل مسیر رو شم چیدن، به سایر تجهیزات هم یه دونه پاپیون زدن. راست میگه، راضی هم میکنم. یعنی آیا علی خانم میخواستی استفاده کنی اول باید افتتاح میکردی. آقا شما ازن افتتاح از این شما هم افتتاح بکنی، آدم دیگه روش نمیشه اصلا.
هر چقدر که مادر رو وسایل قدیمی و جهیزی و اینا حساسن، پدر رو وسایل نوعی که میگیرن حساسن. مثلا من یادمه ما اولین بار یه تلویزیون رنگی گرفتیم، بابام گفت پسر این تلویزیون نوع، حواست باشه. فروشنده گفته کنترل فقط دسته یکی باشه. خب باشه. بعد سریال میدیدی خاموش میگه، گفتم چرا خاموش میکنی؟ فروشنده گفته هر نیم ساعت یه بار خاموش کن داغ نکنه. گفتم گفتم فروشنده چیز دیگه نه، گفت چرا؟ اتفاقا گفت 6 ماه اول از شبکه 2 بالاتر نرید ناب بندی بشه. بعد مدت ها یه بار اجازه داد ما با کنترل کار کنیم، گفت خاموش کن، خاموش کن ردی. گفتم چرا؟ گفت یه ها از 3 نه رو 1، یه ها از 3 نه رو 1. در آخر این که اینقدر ازدواج ها رو سخت و پیچیده‌اش نکنید. این تجملات و وسایل آنچنانی و خونه های آنچنانی هیچ اهمیتی نداره. مهم اینه که ما همدیگر رو داریم و در کنار هم از پس همه ی مشکلات برمیاد. و خدا رو شکر امسال با کمک همدیگه تونستیم یه مبلغ خوبی پسنداز کنیم که بذاریم رو پیش خونمون و امسال انشالله میتونیم یه خونه کوچیک‌تر، یه محله پایین‌تر میگیریم. آفرین. به افتخار خودت. از شما درد نکنه، من زود سفید رو دادم که سری جمله رو بگم فرار کنم، بقیه دیگه با دوستان تحلیل و اینا. دست شما درد نکنه، عالی بود، خیلی خندیدیم. انشالله که خوشبخت باشین همیشه در کنار هم دیگه. حالا به دور از تمام شعارها که سخت نگیریم و فلان و اینا، که چقدر امکانش هست یا نیست، آره خیلی ایدئالیستیه ماجرا، ولی اجرای اون سریتون به شسته رفتگی این نبود، یعنی اینجا مسلط‌تر بودین به اجرا و خیلی صحنه بیشتر دستتون بود، ولی نمیدونم این انگار که توی همه استندآپایی که ما تا الان دیدیم اینجوریه، یه جوری انگار اونا خوشمزه‌تر از اینا میشن، یعنی قبلی‌ها با وجودی که مثلا خیلی حرفه‌ای‌تر نیست دلچسب‌ترن. به هر حال که من طرفدار جفتتونم دیگه. قربونتون برم. انشالله که موفق باشید. خسته نباشید. چه کار خوبی کردین که از همون اول آقا رو وارد چیز کردید. بالاخره کار سختی بود بخواید تنهایی. دفعه پیش خیلی با تأخیر ایشون اومدن. ولی خب این دفعه از همون اول کمک خوبی بودن. معلومه که وقتی با همکاری زوج هستید بهتر میتونید از پس این میدون بر بیاید. ما متقاعد شدیم که شما میتونید یه صحنه رو مدیریت بکنید، از مردم اون چیزایی که احتیاج دارید و اون حسی که باید بهشون بدید و منتقل بکنید، خنده ازشون بگیرید. تو این زمانه خنده گرفتن سخته ها. من هی زیر چشمی به کارن نگاه میکردم، میدیدم اینجوری هی میخواستم بزنم بهش بکنم حالی که لبخند بدم به خاطر من. ولی خب خدا رو شکر ایشونم بالاخره نمود سفید داده. کارن سفید داده احتمالا خندیدی دیگه علکی خندیدی. نه بابا خندیدم سفید داده. علکی سفید داده دیگه. بله. حالا قش قش نخندیدم ولی اصلا قش قش خندیدن شأن شما نیست. بله اصلا استادم زشت قش 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 کارن مهم وقت اصلا به نظر اصلا پذیرفتنی نیست. من اجرای قبلتون رو واقعیتش بیشتر دوست داشتم، چون بیشترم خندیدم و حضور شما برام یک دفعه خب یک شگفتانه بود اون وسط اجرای شما و خب همون هم خیلی تاثیر گذاشت. شاید این بار که از اول شاید با هم بودین به اون صورت برای من خنددار نبود داستان، ولی با چرا سفید دادی؟ جان چرا سفید دادی؟ سفید دادم برای اینکه متنشون رو تغییر داده بودن، متن بهتری داشتن و اینکه اجراشون چطور بود به نظره؟ اجراشون با هم دیگه موفقه،
این کنار هم قرار میگیرن واقعا خوبن با هم دیگه، پاسکاریشون، ارتباطشون، به هر حال زن و شوهر هم هستین، خیلی بهتر در میاد. ولی خب من چون دفعه قبلی رو میگم بیشتر خندیده بودم، یه خود مردد بودم بین سفید و قرمز، ولی احساس کردم که نه، همون سفید درست‌تره برای شما، چون به هر حال سختی کارتون رو حس کردم و احساس کردم که نه، نتیجهش باید مثبت باشه براتون. ممنونم. چقدر کار کردی خانم روی این اجرا؟ ما تقریبا از بعد اجرای قبلیمون مستمر کار کردیم، فقط یه 3-4 روز رفتیم شمال پیش مامانم اینا که اجرای دور اولمون رو با هم دیگه ببینیم و بعدش دیگه مدام هی نوشتیم. و من یه شمال تشن... زندگی میکنم ماما اینا؟ پدر مادر من هم شمالن هم قزوینن، یعنی هر دو جا خونه دارن در رفت آمدن. آه یعنی رفتیم که همه دوره هم ببینیم؟ همه دوره هم. چطور بود واکنشا؟ خیلی خوب بود، ایشون هم با جناقشون دیدم اجراشونو. چه افتخاری. بله. یعنی با جیان رفتین شمال؟ والا اجرا رو خدا رو شکر مردم دوست داشتن و ما میدونیم خیلی تأثیر گذاشته توی مردم اجرامون. مثلا ما رفته بودیم شما لبه رودخونه ای، یا آقای وسط رودخونه داشت نمیدونم چی رو میشست، خانومش داد زد گفت دمپایی خیس نشه، فهمیدیم خیلی تأثیر گذاشته فراگیر شد. برای هر دوتون به یه اندازه جدی استند. 100%. البته ایشون اول شروع کردن، بعد خب خیلی جدی گرفته بودن، کل زندگی رو ول کرده بودن. برای دلیل آشنایی و ازدواجتون که استنداپ نبوده؟ نه نه، از 4 سال پیش. بعد دید من خیلی بهش گیر میدم که هی چقدر میری تمرین و فلان و اینا، منو آورد تو استنداپ که منم پا به پاش بیام دیگه. گفتم شما هم استعداد داری میتونی. اینطوری بوده؟ تونست. آفرین. من فهم کردم بالعکس شما اول علاقه من شدی بعد. ایشون فیلم منو فرستادن برای استادشون، گفتن که به نظرتون خانومم استعداد داره؟ استادشون گفتن از خودت خیلی بهتره. جدیه، کاملا جدیه. واقعا همین. استادمون هم کمدینه دیگه، شوخی زیاد میکنه. ببینید جواب بدی داد. خودش میدونه. حالتون از زندگی کنار هم خوبه؟ خوش میگذره بهتون با همه سختی ها مشکلات؟ ما عالیم. وقتی که دعوا و اختلاف نظر و سلیقه و اینها طبیعیه در هر زندگی، هیچ کس هم نمیتونه بگه همچین چیزی در زندگی من نیست، ولی شماها اون لحظات بحرانی زندگیتون، قهرها، اختلاف نظرها، بعضی موقعی که جدی میشه ماجرا، این خیلی کمک کرده. اکسیری که زندگیتون رو ادامه میدین با هم چیه؟ این خیلی کمک کرده به زندگی ما. همین 2 هفته پیش یه بحثی با هم داشتیم، یعنی هدف مشترک خیلی جاها باعث میشه ما همه چی رو ول کنیم فقط به هدفمون فکر کنیم. 2 هفته پیش یه بحثی کردیم، بعد گفتیم آقا ما 2 هفته دیگه اجرا داریم، همه چی رو باید بذاریم کنار فقط به اجرامون فکر کنیم. قرار بود بعد اجرا قهر کنیم، حالا یکی 2 روز دیگه احتمالاً باید قهر کنیم. آقا قهر هم می‌کنیم ما هم دیگه، طبیعیه دیگه. بیشتر از یه روز نمیشه هیچ وقت. واقعاً به معمولا کی پاجرو میذاره و جمع می‌کنه ماجرا رو؟ ما خونمون کوچیکه آقای علی خانی. چش تو چش میشیم خندمون میگیره. حمید واقعا خونه کوچیکه که باور کنید یه سری میخواست قهر کنه، در رو کرد رفت راه رو، گفتم بابا ما اتاق واسه قهر نداریم، مثلا امکانات قهر رو نداریم. چند متر خونه تو؟ خونمون نزدیک 50 متر. واقعی میگین یا فکر کنم 7-8 متر؟ بله. نها، ولی بهتون خوش میگذره دیگه توی خونه 50 متر. حالتون با هم خوبه؟ تو خونه که جا واسه خوشگذرونی نیست، میریم بیرون خوش میگذرونی. خیلی خوب، ایشالله که خوب باشید و اون آرزو به هدف مشترکی که با هم داره، که این خوب خودش خیلی به نظرم ارزش داره، اون محقق باشه براتون. حمید و خانم افتخاری با 4 رأی مثبت داورها، 1 رأی 50-50 که دیگه در نهایت امین به سمت سفید میل کرد، در فینال امشب میبینیمتون. بفرمایید. Thank you.